هم شریانای پول، اینتلیجنس، هوش و قدرت تو دنیا به نظر من داره کم کم متمرکز میشه، خب، و همش داره تبدیل به یه چیز میشه. الان توضیح میدم که این چه اتفاقی، یعنی همه، یعنی قدرت داره تبدیل به هوش میشه و قدرت و پول که همیشه یکی بودن و همه این ستا داره به هم به کامپیوت تبدیل میشه و این کامپیوتر از درون یه موجودی میگذره به نام جی پی یو که میخوام اینو امروز توضیح بدم و بعد تمام این قسمت ها رو بیام چه ربطی به تایوان داره، جنگ آمریکا و چین چیه، متاورس چیه، کریپتو چیه، ماشین لرنینگ چیه، هوش مصنوعی چه جوری اینا همه به هم یه ارتباطاتی با هم پیدا میکنن. اینا رو میخوام خیلی سریع تو 10 دقیقه توضیح بدم. ببینید اول از همه اینکه این جی پی یو چیه، خیلی یه نکته جالب راجع به این لایو اینه که خیلی از مباحث این لایو من با چت جی پی تی براتون تولید کردم، یعنی به جای که بشینم خودم فکر کنم برم گوگل کنم و سرچ کنم و اینا، به چت جی پی تی گفتم راجع به این مثلا یه 5 خط برای من بنویس و همونا رو دارم براتون میخونم. ببینید شاید 70% با چت جی پی تی جنریت شده این لایو. ببینید جی پی یو چیه؟ جی پی یو کلا برای کسایی که هیچی نمیدونن، شما تو هر کامپیوتری یا تو هر موبایل، هر واحدی که داره کامپیوت میکنه، تا تو چه میدونم تمام چیزایی که بالاخره یه چیز کامپیوت محاسبه گر توشون داره، یه موجود همیشه بود به نام سی پی یو، اسمش از سنترال پروسسینگ یونیت، یعنی اون کاری بود که اون محاسبات رو اون واحد انجام میده، یه تیکه خیلی کوچیک که داخل کامپیوتر شما که محاسبات و کارهای به اصطلاح ریاضی که تقریبا همه چی آخرش تبدیل به میشه اون انجام میده و این بود و داشت کارش رو انجام میداد و کامپیوترها هم که بودن و فلان، تا اینکه چه اتفاقی افتاد. این خیلی جالبه در تاریخ کامپیوتر و تاریخ اینکه چرا به اینجا رسیدیم، خیلی نکته جالبیه. گیمرها اومدن، خب اینا که بازیای کامپیوتری میکنن، اینا مصرف کامپیوترشون خیلی بالاتر از همه اپلیکیشن های دیگه بود، خب یعنی کامپیوتر عادی داشت جواب بقیه رو میداد ولی گیمرها راضی نبودن به اون سی پی یو، سی پی یو بهشون ضعیف بود. به چه دلیل؟ به خاطر که این بازیای کامپیوتری خیلی کامپیوت مصرف میکنه، اینا شما باید یه سری محیط های مختلف رو رندر کنین، فیزیک داره، گرافیک داره، صدا داره و رندر کردن و تولید این تصاویر و تکون دادنشون و تمام این ایمرس بودن اکسپرسی چه خیلی 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 سنگین از لحاظ کامپیوت و محاسبات. خب اینا احتیاج به کامپیوت بیشتری داشتن، برای همین اومدن یه چیزی تولید کردن به نام جی پی یو، گرافیک پروسسینگ یونیت. خب بذار منم دقیقاً کلمش رو درست میگم، چون نام گرافیکال یا جی پی یو، گرافیک پروسسینگ یونیت. خب اومدن اینو درست کردن که انگار همون سی پی یو، خب ولی یا بهش میگن تراشه یا پردازنده یا هر چی که تو فارسی میگن، خب ولی یه تعداد خیلی زیادیه، خب یه تعداد خیلی زیادی به اصطلاح کور داره که همزمان دارن محاسبات رو به صورت پارالل انجام میدن، که شما اگه مثلا تو مثلا چه میدونم حالا اون زمانه قبل تو ثانیه خواستین مثلا 1,000,000 تا محاسبه انجام بدین، این مثلا چه میدونم 100 تا از اینا رو بتونه کنار هم توی واحد کوچیک جمع کنه 100,000,000 تا رو همزمان انجام بده. خب یه همچین چیزی داشت که بتونه بازی‌ها رو بتونه خوب بتونشون، که این بود که باعث پیشرفت بازی‌ها نشد. حالا این کلا یه پدیده خیلی جالبی من یه ذره بزنم تو خاکی که کلا چرا گیمینگ و بازی‌های کامپیوتری همیشه شاید پیشرفته‌تر از تمام صنایع دیگه تو دنیا، از مثلا پزشکی، از نمیدونم کلایمت چنج، از حقوق، از آرکیتکچر، از همه چی همیشه پیشرفته‌ترن، چرا؟ این یه سوال خیلی جالبیه که همه میپرسن تو دنیا. من چند تا دلیل برای این دارم. یکی اینکه این صنعت برخلاف صنایع دیگه خیلی دیولپر و کانسومرش خیلی نزدیک به همند، خب یعنی همونایی که به اصطلاح زینه کم بیامش پایین‌تر، همونایی که به اصطلاح بازی رو تولید میکنن معمولا همونایی هن که بازی رو مصرف کنن، همونایی که بازی رو، چون جمع مثلا نردا و نمیدونم پروگرامر اینا معمولا یه جمع بسته ایه. خب مثلا من خودم از یه طرف اون نردی پروگرامر هستم، اون نردی گیمر هیچ وقت نشدم به اون شکل، دلایلش هم طبعا به خودم واضحه. این جمع خیلی نزدیکم به هم، خب برای همین این یه مارکتیه که کانسومرش و دیولوپرش یکی هم تقریبا این دوتا جامعه، خب برای همین چون خودشون برای خودشون میسازن خیلی محصولات خیلی بهتر میشه همیشه، برخلاف مثلا محصولات مثلا چه مهندسی پزشکی که اون نفری که مثلا طراحی میکنه اون خودش که مریضه نیستش که، خب وقتی خودت برای خودت میسازی همیشه چون مشکلاتو میدونی و با مسئله سر کار داری خیلی سریعتر. یکی اینه، دلیل یک کنیم به قول این دوستمون، به خاطر که پول توش خیلی زیاده، مردم برای انترتینمنت و برای گیم و اینا زیاد پول میدن. دلیل سوم چون ویرچوال و دیجیتاله، خب راحت توش موف کردن، برخلاف مثلا پزشکی که خب شما باید تو دنیا، یا مثلا چه میدونم برخلاف مثلا سلف درایوینگ کار، خب شما باید ببینید تو دنیای واقعی اینو تستش کنین و طول میکشه و چیز داره، پیچیدگی داره، این همه چی دیجیتال و چیزه، خب این سرعتشون بره بالا. دلیل
چهارم که این خیلی مهمه به نظر من تو بحث‌های حالا سیاسی و اینام که می‌رسیم خیلی مهمه، is the least regulated environment. خب این قوانین توش از همه کمتر چیز میشه. چرا؟ چون مثلا تو شما تو دنیای پزشکی برین یه محصولی بدین که یه نفری بمیره، خب شما رو میزن زندگیتون رو ساقط میکنن. خب ولی مثلا تو یه بازی اشتباهی یکی بمیره شما رو نمیبرن تو دادگاه، که خب چون همش محیط مثلا حالا به قول الکی یا مجازیه، قوانین چیز جامعه کمتر روش اپلای میشه و همین راحت دستشون راحت تره که سعی روش کنن. به این چهار تا دلیل گیمینگ همیشه ریسک هم کمتر بوده، آفرین، همیشه جلوتر بوده از همه اینداستری دیگه، و این بوده که موتور آوردن اینویشن و خلاقیت های جدید تکنولوژی به بقیه صنایع دیگه بوده. خب حالا به همین دلیل جی پی یو هم از اینجا شروع شد. اسمش هم مثلا گرافیک مثلا پروسسینگ یونیت، که اول بک گرافیک بک کارت گرافیک بوده، که یعنی فقط تصاویر گیم و مثلا فیلم و اینا رو خیلی خوب نشون بده. خلاصه این داستان شروع شد و اینا در مرور زمان هی قوی و قوی تر شدن. خب این جی پی یو هی قوی و قوی تر شدن. دو تا کمپانی به شکل خاص انویدیا، AMD و اینتل هم حالا بعدش، و یه سری کمپانی دیگه هم که وارد مارکت شدن آروم آروم اینا رو تولید می‌کردن. اینا هی قوی و قوی تر شدن. بعد که قوی و قوی تر شدن، بقیه گفتن ما چرا از این چیزا استفاده نکنیم؟ خب مثلا کسایی که به قول معروف توی HPC بودن، هایپر HPC میشه هایپر چیز کامپیوتینگ، هایپر پروسسینگ کامپیوتینگ یا همچین چیزی میشه، های پرفورمنس کامپیوتینگ. خیلی مهم نیست، من این کلمه خیلی بدم توش. تو HPC ها وارد شدن. خب مثلا HPC چیه؟ مثلا HPC هرچی که احتیاج به محاسبات خیلی زیاد داره، مثلا کار ریاضی خیلی سنگین. خب حالا کریپتو که جدیدتر وارد شد، بعد جمع پیش بینی های هواشناسی، مثلا تو درمان مریضی ها، کسایی که تو خیلی جا تو فایننس مثلا هج فاندا. خلاصه HPC وارد ماجرا شد، گفتن خب ما هم از این جی پی هاتون به ما هم بدین. خب بعد اینا که وارد شدن گفتن خب پس ما باز پول بیشتر میزیم. هی پول بیشتر شد و هی این قوی تر شد، هی هر سال داره این جی پی ها قوی تر و قوی تر میشه. یه واحدی هست که تقریبا نه از 1001 جهت داره قوی تر میشه. خب یه جهت اصلی که خیلی مهمه، تعداد یه چیزی به نامش بهش میگن فلاپ. خب فلاپ یعنی که فلوتینگ پوینت اپریشن پر سکند، که یعنی که چند تا محاسبه خیلی کوچیک که مثلا یه ضرب دو تا عدد بزرگ رو میتونه مثلا در ثانیه انجام بده. این عدد هی بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد تا اینکه الان برای یه کاتگوری جی پی او هست به نام A100 که تازه این بزرگتر نشنیست، الان توضیح میدم تو ادامه ایلاد، که مال انویدیا هست، این رسیده به 9.7 ترافلاپ. خب یعنی 9 ضرب در 10^12، یعنی 9 میلیون میلیون هم بودن عدار تو لایوهای باید اشتباه توپی نکنم آبومون بره، 9 میلیون میلیون محاسبه دو تا به اصطلاح عدد رو میتونه در ثانیه انجام بده. این چقدر عدد بزرگی، 9 میلیون میلیون در ثانیه. خب اینقدر قدرت اینا بیشتر شد. تازه این نسل جدید H داره میاد که باز از اون بیشتر ادامه توضیح دم. خلاصه یه ماشینای تولید شده به نام جی پی یو که اینا میتونن محاسبات رو سریع انجام بدن و اینها به شکل خیلی سریعی دارن میشن موتور بردن بشر به سمت جلو تو تمام زمینهای تکنولوژی. من به نوعی میگم این داره به جای مثلا نفت و گاز و نمیدونم آهن و اینا که تو دنیای صنعتی قدیم موتور بردن جامعه به سمت جلو بودن رو داره میگیره. حالا تو چه زمینه‌هایی بیشتر اینا داره استفاده میشه؟ بزرگترینی که الان افتاده روی این ماجرا، که خب بالاخره با این بحثای دیگه که کردیم دیگه الان شده این دوتا دیگه با هم دیگه چسبیدن به هم و هم ول نمی‌کنن، دست AI. خب از یه طرف داره AI بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، هوش مصنوعی داره وارد تمام صنایع میشه، بالا این ChatGPT داریم، داریم موجودات میبینیم که دارن با آدم صحبت میکنن و دقیقاً دارن مثل آدم میشن و دارن یک سطح بزرگی از اکونومی رو میگیرن. از اون طرف اون جی پی یو ها دارن بهشون سوخت کافی بهشون میرسونن، هی دارن بزرگ و بزرگتر میشن، میذارن اونها اینتلیجنت تر بشن. از AI یکیشه گرافیک رندرینگ. خب شما حالا موبایل یه آرکیتکچر متفاوتی داره، ولی مثلا رو کامپیوتر رو هر جای دیگه شما هی میخواین فیلمای به اصطلاح ایمرستر و مثلا خفن‌تر، های رزولوشن تر، با رندرینگ بهتر، با فیزیک بهتر فلان ببینید. خب توی فیلم، توی ویدیو گیم و توی مثلا آرکیتکچر، خب شما تو دیزاینای مثلا معماری و اینا که میخواین مثلا رندر کنین فضا رو، خیلی کمک میکنه این، احتیاج به کامپیوتر خیلی بالا هستش. خلاصه
بعد گفتم بحث HPC، بحث های پرفورمنس کامپیوتینگ که مثلا تو محاسبات علمی، توی فاینانشال مدلینگ، برای هج فاندا، توی کریپتو که خب دوباره چیز شد. و حالا این یه به قول معروف یه بار دیگه تو خاکی هم بزنیم، این کریپتو هم خیلی بحث جالبیه دیگه. این مرحوم که نمیدونم مرحوم شده یا نه، همین یعنی چیزه آقای رهبر کبیر دیسنترالیزیشن، آقای ساتوشی، خیلی اصلا این خیلی مخ عجیبی داشته این آدم. این جریان این که پول خب همیشه با قدرت باید کاپل باشه، یعنی پول دلیلی که پول معنی داره این که پول قدرت رو تعریف کنه و قدرت باعث میشه رو پول. این دوتا با هم یک دوتا کانسپت کاپل بودن از ابتدای بشریت تا امروز. بعد اینو فهمید که کلا قدرت با کامپیوت دارن کاپل میشن، یعنی قدرت دست کسی خواهد بود که کامپیوت بیشتری خواهد داشت. برای همین اومد این بحث پروف آف ورک رو الائن کرد با این کامپیوت و اومد گفتش که بذارین این جی پی یو ها کار کنن و هر کی بیشتر کار کرد بسته به سهمش کوین ها رو بدیم به اونا. ماینینگ رو اومد بر اساس کامپیوت گذاشتش. این یه چیز فلسفی خیلی جالبی بود. حالا الان بحث پروف آف استیک کنن داره میره، خیلی چیزی در این ایجاد نمیکنه، در این بحث خیلی اشتباهی در این ایجاد نمیکنه. anyway بحث HPC بود. بعد بحث اتوماتیو، خب تمام حرفه که دارم میگم با چت جی پی تی گفتم برام بنویسه، بای دی وی همه رو گفتم برام کامپایل کنه و لیستا رو بده و اینا. اتوماتیو چیه؟ مثلا درایورلس ماشینای بدون راننده، که مثلا ماشینای خودران، سلف درایوینگ کار، ربات ها، که حالا من تا حدی با ماشین توی یه کاتگوری میذارم. بالاخره اینا چیپ لازم دارن تا محاسبات انجام بدن، بیشتر تو قسمت اینفرنس خواهد بود. اینا همشون احتیاج به جی پی یو خواهند داشت. بعد بحثایی که انویدیا اسمشو میذاره امنیورس، یا مثلا فیسبوک میگفت متاورس، یا الان بیشتر تو چیز با ما متاورس شده، این دنیاهای مجازی AR و VR و میکس ریالیتی به اصطلاح دنیاها، که اینا خب خیلی احتیاج به محاسبات زیادی دارن. خب این محاسبات چرا لازمه؟ به خاطر که شما باید مدل کنین دنیا رو، گرافیکشو، اون مثلا قیافه اشیا رو، تکون خوردناش و فیزیکشون، روابطشون با هم. که اگه ببینین کنفرانس انویدیا نگاه کنین، جی تی سی رو، خیلی این فیلم های خیلی خفنی نشون میده راجع به این چیزا، که مثلا یه آبجکتی میفته، مثلا چه میدونم خاک که از رو زمین بلند میشه چجوری اینو مدلش کنیم، خب یا نور که مثلا میتابه به چیز چجوری اینو مدل کنیم که واقعی دیده بشه، این فیزیک رو چجوری کامل مدل کنیم و جنریت کنیم، خب این دنیا رو قشنگ سیمولیت کنیم، یه دنیای خیلی واقعی رو. خلاصه اینجا اونجا هم خیلی کامپیوتیزه و یه جایی که جی پی او داره مثلا میره توش اونجاست. خب خلاصه دنیا به نظر من داره به دو سمت میره. این تئوری مثلا سینگولاریتی که خیلی وقتا پیش مطرح شد، که آدم و ماشین دارن یکی میشن. خب یعنی شما کم کم میرین تو اون دنیایی که ماشینا دارن زندگی میکنن، ماشینا میان شما میرین، شما چجوری میرین تو دنیایی که ماشینا زندگی میکنن، دنیا دیجیتال، تو وی آر و ای آر و اینا، خب میرین تو میکس ریالیتی، شما وارد اون دنیای میشین، به جای که فیلمو تماشا کنین میرین تو فیلم رو صندلی طرف میشینین. خب اونا چجوری وارد شما میشن؟ مثل چت جی پی تی. خب مثلا شما بلند میشین، این باهاتون صحبت میکنه، جواب سوالاتون رو میده و این میاد تو دنیا. این دوتا دارن میرن تو هم و کم کم داره فاصله هاشون کمتر و کمتر میشه و میکس میشن و دوتا موجودی ان که با هم دیگه دارن یکی میشن و یه جای این بهتره یه جای اون بهتره، با هم کمک میکنن، با هم زندگی میکنن و قشنگ این دوتا دنیا داره کم کم و کمتر یکی میشه. در جهت یکی شد، این یکی شدنه دوتا، اگه بخوایم موتور این یکی شدن رو دیمنشنالایز کنیم به دوتا مثلا چیز، بود یه بود رو میتونیم بگیم بود اینتلیجنس، یعنی هوش داره بیشتر میشه از طرف ماشین، یه بود ایمرس بودن. خب ایمرس بودن یعنی کلا این حس یکی بودن، که مثلا ابعاد مختلفی هم داره، این که مثلا تصویر واقعی تر به نظر برسه، صداها واقعی تر برسه، شما خودتون تو ماجرا به ایمرس باشه. این کلمه ایمرس نمیدونم فارسی اصلا داره یا نه، ایمرس این فارسی قوتور کردن میگه که اصلا هیچ ربطی نداره، فرو بردن، شاید یکم مال فرو بردن، یعنی مثلا تو هم میره دیگه دنیای. خب شما فرق فیلم با مثلا وی آر اینه که دفتین توش دیگه، یعنی تو خودش تو خود احساس میکنی. این ایمرس بودنه حالا تو بحثای متاورس و اینا خیلی مهم، یعنی ایمرس بودن و اینتلیجنت بودن، این دوتا داره با هم دیگه هی زیاد و زیادتر میشه تا این دنیای آینده رو بسازه. خلاصه این جی پی یو هم که دارن میسازن از سه تا نسل، سه تا سریز خیلی اصلی جی پی یو داره، که یه جی فورس هاست که بیشتر مال گیمینگ، که اصلا از اونجا شروع شد آرکیتکچر اصلی، و یکی کوادرو هاست که سومیه
که برای پروفشنال و ورک استیشن، بیشتر برای کارهای رندرینگ، گرافیک، ادیتینگ، کسایی که فیلم‌ها رو می‌سازن یا وی آر رو می‌سازن، قسمت تولیدش بیشتر اون تیکه است. و در اول و سوم گفتم، دومی که برای خود من جالب‌تره و زندگی ما تو اینا می‌گذره، اون دسته HPC هن که الان بیشتر، یعنی هایپرفورمنس، من میگم هایپر نه هایپری در کار، های پرفورمنس که بیشتر شده ماشین لرنینگ و شده AI، و اونا داره هر سال اون نه تنها داره بزرگ و بزرگتر میشه، نسبتش نسبت به بقیه چیزا هم داره بزرگتر میشه. یعنی اون پول و کامپیوتی که داره توی AI ریخته میشه، داره نسبتش هم از بقیه داره هی بیشتر میشه، رشدش از بقیه اونا خیلی بزرگتره. که گفتم مثلا این مدل A100 بود، یه مدل PVA، اینا دیگه اسمای اینجوری داره که داره میاد، بعد هر کدومش هم یه 100 داره، یه 10 داره، اینا من تا حدی درجه‌ام که چه جوری کامل نه. مثلا A100 ها بود، گفتم 9.7 ترافلوپ، یه بار اینا رو من چک کنم، آره 9.7 ترافلوپ که میشه به قول معروف تقریبا میشه 10^13، یعنی 10 میلیون تا محاسبه رو در ثانیه انجام میده. و الان این مدل جدید H اومده که من تا الان نتونستم بگیرم از این مدله، ما از A زیاد استفاده کردیم، از A100، که 33 ترافلوپ رو انجام میده، که 2 سال تقریبا بعد این اومده، که میبینید 3.5 برابر، تقریبا 3.5 برابر اون قبلی شده تو فاصله 2 سال. خلاصه اینا کاتگوریاشن. و شما در نهایت این هوشی که ساخته میشه، حالا برای کسایی که کم فنی تر میخوان چیز کنن، 4 تا چیز داره. 4 تا من میگم که یه ساختمان 4 طبقه است. اون پایینه جی پی یو که سخت افزارتونه، بالای این یه لایه نرم افزار قرار میگیره که خود با اون سخت افزار صحبت میکنه، که مثل کوداست یا یه چیز دیگه است، که اونم خیلی لایه مهمیه و یه لایه خیلی پلتفرم توریه. و بالای اون یه سری ML framework قرار میگیرن، مثلا PyTorch یا TensorFlow یا هر چیز دیگه که استفاده میکنید. و در نهایت در بالای اون نتورک AIتون، اون مدلتون یا فلان، حالا بالاش هم یه اپلیکیشن این قرار میگیره که مثلا ChatGPTه، که اون لایه 4 رو میگه کاری که کلا ماها تو زندگیمون فقط بالای 4 یه جوری، یعنی بالای 3 و 3 صحبت میکنیم که 3 با 2 و 1 صحبت میکنیم، ولی ما کلا تو 4 داریم زندگی میکنیم آدمای مثل من. خلاصه این از این. حالا وارد قسمت جالب ماجرا میخوام بشم، راجع به این کنفرانس میخوام صحبت کنم که امسال داریم ما خیلی جدیتر پیگیریش میکنیم. قبل از اینکه اینو بگم، اینکه کلن تولید این جی پی یو هم کلن 2 تا داستانه دیگه، یکی بحث طراحی این دیزاین این سیرکت این تراشه است، یکی بحث تولید فیزیکیشه که بهش میگن فب به اون کاره. خب این تولید دیزاین اینا الان بیشتر از همه تو آمریکا انجام میشه، کار سیلیکون ولی انویدیا، AMD، چین و اینا مدلای خودشونو دارن، ولی بیشتر لیدینگ همین سیلیکون ولی و مثلا مخصوصا انویدیا است. اون قسمت فبش بیشتر توی تایوان داره انجام میشه، یه مقدارش تو کره جنوبی. بعد الان حالا این چیزی که این جنگ آمریکا و چین خیلی 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 سر این بحث جی پی یو، بحث کامپیوتر، این چیزی که شاید تو میدیا و تو چیز راجع به صحبت نکنن ولی تقریبا همه میدونن، یه سری بحثای دیگه هم داره. من یه زمانی راجع به تایوان میخوام بیشتر صحبت کنم، کشور خیلی مهمیه در نظر تاریخی و اصلا نظر بحثای سیاسی آینده ایران هم به نظر من خیلی خیلی نه به عنوان یک محل مناقشه بین آمریکا و چین، به عنوان بحث فرهنگی که تایوان چه کشوری بوده و چرا از نظر فرهنگی برای سیاه یه درسای خیلی زیادی داره به نظر من از نظر سیاسی برای ایرانیا تایوان. خیلی کشور جالبیه اگه گذشته‌اش رو بریم بخونیم، شباهت‌های خیلی جالبی داره به یک سری اتفاقات که در ایران افتاده. خلاصه یه زمان راجعش صحبت کنم، من نمی‌خوام بحث لایو عوض بشه. خلاصه همزمان که داره این تنش‌ها بین آمریکا و چین داره زیاد میشه، من اینو 2 سال پیش گفتم، یواشکی، حالا یواشکی که بالاخره همه دارن می‌بینن دیگه چیز مثلا، ولی آروم آروم دارن این فبا رو یه درصدیش رو از تایوان دارن خارج می‌کنن، که TSMC بزرگترینشه، دارن مثلا با قراردادهای مختلف میرن تو ژاپن، توی هند، توی ویتنام، توی مکزیک و یه مقدار خیلی زیاد تو آمریکا. و آمریکا فهمیده با اینکه آمریکا سالهاست این چیزای سخت تولیدی مانیفکتچرینگ از آمریکا خارج کرده، بخاطر اینکه نمیخواد هزینه بالای کارگر بده، ترجیح میده کارهای نرم افزاری فقط تو آمریکا انجام بشه، انقدر از نظر استراتژیک این قضیه براش مهمه که داره همه رو میاره تو آمریکا، تو تگزاس، تو اوهایو اینتل داره فاب میسازه. هم دارن یه چیزی بود فکر کنم چیپ اکت بود اگه اسمشو
اشتباه نگم که یه چیز دیگه اکت بود، چیپس اند ساینس اکت، که دولت آمریکا یه پول خیلی بزرگی باید بذاره که این به اصطلاح تولیدات این فقینی تولید فیزیکی این جنسا وارد خاک آمریکا بشه و شروع کنه یه درصد خیلی زیادشو، به خاطر اینکه این جنگو هر کی بره میگم دست بالا رو خواهد داشت تمام جنگای دیگه. خلاصه این داستان جی پی او اینا بود. حالا اتفاقی که داره میفته که من خیلی بهم جالبه، که من دو سه سال این داره خیلی بهم جالب میشه و تبلیغش هم زیاد کردم سال پیش، امسال دابل جالب خواهد بود، چون ما خودمونم شاید تو اون کنفرانس یه چیزی داشته باشیم، یه کانتریبیوشنی بهش بکنیم. هنوز شو 100% شده اعلام نمی کنم. این کنفرانسی که هر سال به طول 3 روز انویدیا برگزار میکنه و میاد جدیدترین دستاوردهای جی پی یو رو نشون میده، چه سخت افزار چه نرم افزارهایی که رو ساخته شدن و چه دنیاهای متفاوتی که داره رو این ساخته میشه، گیمای جدیدی که ساخته شده، فیلمای جدیدی که داره ساخته میشه، ویچوال ریالیتی های AI جدیدی که داره ساخته میشه. و به نوعی این کنفرانس هر سال میاد میگه آقا شما ببینید من کامپیوترتون رو چند برابر کردم، یعنی قدرت محاسباتتون رو چند برابر کردم، حالا تمام اون AR VR‌هاتون بیشتر اینتلیجنت و ایمرس میشه، یعنی اونجا که شما میرفتین رو صندلی کنار تو فیلم میشستین حالا دیگه واقعی تر به نظرتون میرسه، خب صداه واقعی تر میشه، باحال تر میشه، گرافیک باحال تر میشه، فیزیکش بیشتر میک سنس میکنه، یه جسمی که میفته رو زمین شما دقیقاً میبینین که این تمام دیتیلاش درست در اومده، خب و این واقعی این کمک میکنه اون ایمرس شدنه و در نهایت شما واقعاً میرین تو فیلم و در اون فیلمه یه سری موجوداتی هستن که ای آی ان و شما فرقشون رو با آدم نمیفهمین و با شما صحبت شاید بعضی وقتا بفهمین بعضی وقتا نفهمین، بعضیاشون شکل آدم دارن بعضیا ندارن و این اتفاقا رو هر سال میاد این تصویر رو برای شما به نمایش میذاره و این تصویر خیلی جالبه. یه فیلم یه ساعته دارن که من خیلی کلن آبسستم با این فیلم، 2-3 ساله که من خیلی با این حال میکنم، که تو این یه ساعت میان کل اینا رو نشوندن، شبیه یه فیلم خیلی چیز هم درستش میکنن، یه فیلمی که قشنگ فیلمه، یعنی مثلا در حد فیلم هالیوودیه و برای کسی که حتی مثلا کارش مثلا چه میدونم ML یا چه میدونم HPC یا نمیدونم انجینیرینگ اینا، میشه فیلم خیلی جالبه دیدنش، یعنی اصلا اون فیلمه خودش، من توی کانال تلگرام فیلمای پارسالش رو میذارم، اون فیلم اصلا خودت اون یه ساعت رو ببینین واقعا چیز میشه که و دنیا داره به چه سمتی داره میره، قشنگ یه تصویر خیلی قشنگی از این نشون میدن. خلاصه خیلی هم جالبه که من همیشه نگاه میکردم میگفتم و مثلا چرا مردم مثلا راجع به کنفرانس اپل صحبت میکنن، همیشه چرا راجع به این صحبت میکنن، بعد رفتم نگاه کردم دیدم خیلی جالبه که پارسال این از اپل جلو زده و مال اپل 10 میلیون بود کنفرانس فکرم WWDC میشه مال اپل، درسته من امروز آره WWDC مال اپل 10 میلیون تا رو یوتیوب بازدید داشت، این 19 میلیون تا سال دوباره هستش 19 میلیون داشت و تازه آدمایی که اینو نگاه میکنن معمولا یه لول آدمای حالا نمیخوام چیز کنم درست حسابی تنید، چون مال اپل یه سری خیلی کانسومریه و واقعا برای من خیلی جالبه، چون اپل هر سال مثلا من هیچ وقت خودم اون اپل سالهای سالی که برای مثلا چه جالبی نیستش، هر سال میاد میگه نمیدونم او پارسال مثلا آیفونتون پشتش 4 تا سوراخ داشته امسال 5 تا سوراخ داشته، آره گیو ا فاک که مثلا یه دونه سوراخ به پشت آیفون من اضافه کرده، مثلا این چه تغییری در دنیا ایجاد میکنه، این کمپانی که 2 تریلیون دلار هست واقعا همینجوری یه دونه سوراخ اضافه میکنن، یه دونه سوراخ کم میکنن، عکستون بوده 4 مگاپیکسل شده بودن 5 بوده whatever، هیچ ولیوی من نمیخوام الان خیلی چیز باشم هارش باشم، ولی واقعا خیلی کم داره به اینویشن دنیا کمک میکنه، واقعا اگه مرحوم استیو جابز بود میزد همینا رو میکردشون تو اتاق دروشون میبست که این چرت و پرتا رو تحویل مردم ندن هر سال به عنوان چیز و کمپانی هم شده 2 تریلیون وال استریت هم دی بای دیس بورشت obviously. خلاصه برای من این خیلی جالبه، یه کانترست خیلی زیباییه که مثلا این میاد واقعا نشون میده که ما دنیا رو داریم به سمت جلو میبریم، به جای که یه دونه سوراخ اینجا زد کنیم دو ساخت شده، ببینید این وی آر داره به این سمت میره، ای آر داره به این سمت، ای آی داره به این سمت میره و دنیا داره اینقدر به سمت جلو میره، هشش مال خیلی چیز باحالیه. خلاصه این از اینو و امسال حالا برای من خیلی جالبه، امسال خب اینا هر سال میگم که این کام جی پی یو قوی تر شده، کودای قوی تر شده، لایبرری ها بیشتر شده، ای پی آی ها داره قوی تر میشه و در نهایت اتفاقی که امسال به نظر من
خواهد افتاد، ای آی یه جوری این کنفرانس رو هم خواهد خورد. ای آی که داره همه چیز رو میخوره، این کنفرانس هم خواهد خورد. ای آی میاد در مرکزیت این کنفرانس قرار میگیره. سالهای پیش یکی از سه چهار تا مرکز بود، امسال یک حمله خواهد کرد که تمام کنفرانس رو بخوره. و چیزی که باز دوباره ای آی رو خواهد خورد، جنراتیو ای آی خواهد بود. یعنی این ای آی که خودش تولید میکنه، نقاشی تولید میکنه، موزیک تولید میکنه، تو کیس ما پروتئین تولید میکنه. این بحث‌های جنراتیو ای آی خواهد اومد کل کنفرانس و کل این فیلم رو خواهد خورد. و آره، من چند تا پیشبینی هم بکنم. این که خب پریزنتیشن های آمنیورس و متاورس دوباره خیلی باحال‌تر خواهد شد از سال پیش، آره، مثل یونیتی و گیم انجین ها اینا. و دوباره یک بار دیگه اون تب متاورسی که خابیده بود، من خودم توش نیستم و من خیلی دورم از اون اسپیس، ولی ایمجینیشن مردم رو دوباره خواهد آورد سر درستی که نه، اینا داره اتفاق میفته و بیاین تماشا کنین و VR is a real thing. میگم با اینکه با کار من اصلا در تناقضش، من اون تیکه AI برام جالب تره، دوباره من پیش بینی میکنم که بیان یک ایمرسیو بودن جدید رو به دنیا نشون بدن. این یه پیش بینی منه که دوباره یک موج جدیدی از متاورس را بیفته. با اینکه دوباره میگم اصل قضیه بنظرم AI خواهد بود. البته این دوتا با هم هم خیلی ترکیب زیاد دارن دیگه. AIش خیلی زیاد خواهد بود. چت جی پی تی و LLM ها، لارج لنگویج مدل ها، یه بحث خیلی اصلی خواهند بود. خب حالا من یه سری چیزام دارم دیگه. یه سری مثلا به قول معروف خبر از داخل ماجرا هم دارم که چه اتفاقی میفته. همش هم پیش بینی نیست. یه ذره نصفش پیش بینی، نصفش هم یه چیزایی میدونم دیگه. خلاصه این LLM ها خیلی بزرگ خواهد شد. کلن این کلمه LLM تو این کنفرانس هی تکرار و تکرار و تکرار تفخیص شد. فردا که بلند میشین همه تلویزیون ها دارن راجع به این LLM صحبت میکنن، پس فقط تمام VC ها و اینوستر ها دارن استاد LLM شدن به ما. و خلاصه اینجوری میشه دیگه، همه این که حالا مثلا دنیایی که با این LLM داره ساخته میشه، Large Language Model ها، این دنیای چجوری خواهد بود؟ کالا LLM برای زبون آدمیزاد و برای بقیه زبون ها، مثلا مثل کیس ما برای زبون بیولوژی و نمیدونم زبونی که دارو طراحی کنه اینا. خلاصه آن سوپروایز LLM، این دیگه خلاصه این مایه ها. بحث های فیزیک و شیمی و بیولوژی اینا خیلی جدی خواهند شد. یعنی همزمان که ما میریم به یه دنیای مثلا متاورسی که مثلا فقط هدفش اینه که چشم ما رو و گوش ما رو به ما این توهم رو بده که ما توی دنیای دیگه رفتیم، اون دنیا واقعیه رو ما حالا میتونیم مدلش کنیم. دنیای فیزیک واقعی، دنیای شیمی واقعی، دنیای بایوکمیستری واقعی، دنیای بیولوژی واقعی رو با این AI میتونیم مدل کنیم و جست تولید کنیم. این هم یک خط بسیار بزرگی تو کنفرانس امسال خواهد بود. دوباره اینا نصفش پیش بینیه، نصفش چیزایی که من میدونم. و دوباره میگم جنراتیو AI خیلی در مرکز. من حالا حدسی که میزنم مثلا مثل همینجوری که من گفتم، نصف این، یه درصد خیلی زیادی از این لایو رو من با چت جی پی تی براتون تولید کردم، یه درصد خیلی زیادی از این کنفرانس و اون یه ساعت فیلمه احتمالاً با جنراتیو AI تولید بشه. یعنی متن سخنرانی تعداد یه مقدارش با چت جی پی تی تولید بشه، موزیکاش با AI تولید بشه، تصاویرش با AI تولید شده باشه، نقاشی ها با AI، حتی احتمالاً ورود شورت ویدیو رو که من میگم یه چیز خیلی بزرگی خواهد بود در چند سال آینده ببینیم. شورت ویدیو، ویدیوهای مثلا 15 ثانیه، هنوز AI بهش خیلی زوده که ویدیو مثلا خیلی چیز سنگینه، ویدیو یک ساعت دو ساعت تولید کردن، ولی کم کم خواهیم دید ویدیوهای 15 ثانیه، ویدیوهای 10 تا 15 ثانیه ای وارد خواهد شد و مثل تمام صنایع دیگه این هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا یه ویدیو کامل، یه فیلم کامل. و شاید تا چند سال دیگه ببینیم، حالا چند سال شاید زمان زودی باشه، تا 10 سال دیگه ببینیم یه فیلم مثلا AI اسکار برده. من کتاب AI برنده جایزه چیز بشه رو خیلی به زودی خواهم دید، حالا فیلمش چیزه. خلاصه این بحث راجع به GPU، هوش، immersiveness، singularity اینا بود که تموم شد. میخوام بحث بعدی رو، آره، این کنفرانس 20 تا 23 مارچ، لینک رجیستریشنش هم براتون گذاشتم. و به اصطلاح اون قسمت اصلیش که کینوته، که یه ساعته که اون حالت فیلم طوری داره که سی اوشون میاد صحبت میکنه رو، من اگه بتونم سعی میکنم با یه سری از بچهای انویدیا به طور مستقیم براتون فارسی بخشش کنیم. خیلی چیز جالبی خواهد شد. فیلمای پارسالش هم توی چبکه تلگرام میذارم براتون و میگم یه سورپرایز هم داریم که کانفرم شد من براتون میگم. آره،
بریم سر بحث بعدی.